بانوی در سالن اعلام کردن که درباره انقلاب و ضد انقلابی که جناب خسرو فروهر توی صحبتاشون عنوان کردن یه توضیح بیشتری بدم. بفرمایید جناب فروهر. چون بحث جنبش مشروط خواهی و براندازی جمهوری اسلامی رسته، من یه مقاله نوشته بودم چند سال پیش و اشاره کرده بودم، من یه مقاله چند سال پیش نوشته بودم و ایراد گرفته بودم به اپوزیسیون ایران که از واژه انقلاب استفاده نمی‌کنه و من این سوال رو مطرح کرده بودم که وقتی ما می‌خوایم جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم، یعنی انقلابی هستیم دیگه، نه کسی که میخواد یه رژیمی رو سرنگون کنه، انقلابی هستیم و من خواهان انقلاب هستم، من ضد انقلاب نیستم، من انقلابی هستم. و بعد برای این گفتم که چی شده که واژه انقلاب در اپوزیسیون ایران نقش منفی رو گرفته و حتی میبینیم به راحتی میان در رسانه ها میگن انقلاب چیز خوبی نیست چون سال 57 این بلا سرمون اومد. و من یه مقاله نوشتم با نگاه به تاریخ، زیادم طولانی نیست، اگه برید فیسبوک از 4-5 صفحه، گفتم سال 57 انقلاب نبود، ضد انقلاب بود. ما سه تا انقلاب داشتیم. یه انقلاب مشروطه داشتیم. در رابطه با انقلاب مشروطه یه واکنش ارتجایی انجام شد که نامش رو گذاشتیم مشروعه و من اضافه کردم بهش ورود دوله‌ها و سلطنه‌های قاجاری در انقلاب مشروطه. به پای ستارخان تیر میزنن، ستارخان میره خانه‌نشین میشه، به جاش عین الدوله که دشمن ستارخان بود در محاصره تبریز میشه صدر اعظم. پس ما یه انقلاب مشروطه داشتیم، یه واکنش ارتجایی به انقلاب مشروطه که بهش میگیم ضد انقلاب مشروطه. واژه ارتجاع رو من توضیح بدم، ما در نگاه سیاسی یه واژه‌ای داریم به نام گروه های ارتجاعی. یه گروه های داریم محافظه کارن و یه گروه هستیم بهشون میگیم پیشرو. فرق محافظه کار با ارتجاعی اینه که نیروهای ارتجاعی خواهان برگشت هستن، خواهان این هستن که هیچ گونه پیشرفتی انجام نشه. نیروهای محافظه کار ارتجاعی نیستن، نیروهای محافظه کار با تغییر مخالف نیستن ولی با احتیاط باش برخورد میکنن. سال 57 یه انقلاب ارتجاعی، انقلاب نبود، ضد انقلاب ارتجاعی بود. همونطور که مشروعه زمانی که محمد علی شاه مدرسه به توپ میبنده یا بعدش که ببینم محمد علی شاه فرار کرد، یه جنبش ارتجاعی به وجود میاد، یه واکنش به وجود میاد که به این میگیم مشروع گرایی، یه ضد انقلاب. بعد یه وقت رضا شاه میاد، یه انقلابی در ایران به وجود میاره، دگرگونی به وجود میاره، کشف حجاب انقلاب بود. بعد از 1400 سال دیوان سالاری کشور عرفی میشه و مسائلی از این قبل، یه انقلاب بود. این بار هم یک ضد انقلاب به وجود میاد، دوباره واکنشه. ببینید این ضد انقلاب ها همیشه واکنش بودن، کنش واکنش، و برای عقبگرد بوده که دو شاخه شدن. یه شاخه شون 53 نفر کمونیست بودن و دیگران مثلا بولول ها و مسجد گوهرشاد ها که رضا شاه جلوی اینا رو میگیره و این بار نیروهای بیگانند که به ایران حمله میکنن. و احمد کسروی تبریزی در کتاب خواهران و مادران ما صفحه 5 یا 7 شنو حافظم اشاره میکنه، میگه رضا شاه از ایران رفت و اون سیاستمداری که در دوران رضا شاه جرأت تکون خوردن از دستشون راحت شده بودین، الان اومدن و در سیاست ایران دم تکون میدن. الان یه واژه دیگر استفاده کرده. یعنی ما میبینیم که انقلاب رضا شاهی که ایران در 16 سال پادشاهیش، ایران جزء تنها کشور جهان شد که قرض خارجی نداشت، در ظرف کوتاه مدتی ایران دوباره مغروض شده، در واقع کسی صحبت نمی‌کنه، دهه 20 خورشیدی ایران به شدت دوباره مغروض شده. این ضد انقلاب این بار چجوری اومد؟ با حمله ارتش بیگانه. ولی کیا رو آوردن به ایران؟ حزب توده تأسیس شد، شیخ حسین قومی و رضا شاه تبعید کرد برخلاف گفته عباس میلانی. اتفاقا همین مخالفان رضا شاه شیخ حسین قومی به ایران برگردوند. واسه ضد انقلاب بود. ما یه انقلاب دیگه داشتیم، انقلاب محمد رضا شاهی، انقلاب شاه ملت، که این انقلاب بود، انقلاب دگرگونی جامعه ایران رو متحول کرد. 70% مردم ایران ارباب رعیتی بودن، از 60,000 روستا نزدیک حدوداً، از حافظه میگم 25-30,000 تاش ملک شخصی بودن، بعد تقریبا نصفش مال اوقاف یا دست آخوندها بودن. و وقتی این اصلاحات عرضی میکنه، نه فقط فئودالیسم در ایران پایان میده، بلکه قدرت اقتصادی آخوندها به در ایران کمرشو میشکنه. در واقع دهاتی که متعلق به آخوندها بودن و یا به جزء اوقاف آخوندی بودن، هیچ وقت در مقالات چپ هامون هم نمیخونیم حتی.
وقتی آقای برناموشیری برمیگرده میگه آقا اینا مدیران کشاورزی ایران بودن، آقا آخونده تو قم نشسته بود، صد تا ده بود به اسم در مملکتی پسر بهایی میشه نخست وزیر ایران، تو مملکتی که تا چند وقت قبلش حتی به دستور امیرکبیر بهایی‌ها رو قتل عام میکرد. ما تو مملکتمون بعد از 1400 سال یه وزیر داشتیم، آقای فرهنگ میخ که درگذشت چند وقت پیش، که نواب نخست وزیر شدن، یه چیزی که حتی اون پست رو شاهنشاه برای ایشون درست کرد که زرتشتی تو ایران بتونه دوباره. ما توی مملکت از ژنرال زرتشتی داشتیم بعد از 1400 سال، این انقلاب بود، قاضی زن داشتیم. دوباره میبینیم یه واکنش ارتجاعی نسبت بهش. این مقاله ما الان خلاصه کردم، واکنش دوباره واکنشه، کنش نیست، واکنشه. این خیلی نکته مهمیه. اینا از خودشون ایده نداشتن، اینا واکنش نشون میدن، ضد انقلاب بودن. بنابراین من خوشم نمیاد که میگه شورش پنجه. من نفهمیدم شورش مگه چیز بدیه؟ منم میخوام مردم الان شورش کنن. شورش چیز بدی؟ من نفهمیدم واژه شورش چیه داخل مردم. ما فاجعه 57 داریم و ضد انقلاب 57. وقتی درباره ضد انقلاب صحبت میکنی و من مخالف عواقب ضد انقلاب هستم، بس من چی میشم دوباره؟ انقلابی میشم. این چرا مهمه؟ بعد پایان میرم. به خاطر اینکه این مسئله فقط واژه‌بازی نیست. من طرفدار لنین نیستم، ولی لنین یه حرف قشنگ زده بود، گفته بود من انقلابی آماتور لازم ندارم، انقلابی باید حرفه‌ای باشه، پروفشنال باشه، نه که پول بگیره، باید کارش انقلاب کردن باشه، نه اینکه هر کی امروز بازنشسته شد مثل بعضی دکترها که تو اسکاتلند تدریس میکردن بعد برن بی بی سی برای ما فتوا بدن. انقلابی باید زندگیش رو برای انقلاب گذاشته باشه. من طرفدار لنین نیستم، ولی لنین انقلابی بود، حالا خوبی و بدش کار ندارم. و این جامعه ما باید دوباره انقلابی بشه. وقتی ما میگیم ما طرفدار انقلاب هستیم، یعنی کنشمون انقلابیه. کنشمون چیه؟ انقلابیه. اتحادمون میتونه با کیا باشه؟ با کسانی که انقلابی هستن. یعنی چی کنشم انقلابیه؟ یعنی تو رستورانی که تو وین میره جمهوری اسلامی دعوت میکنه براش شلو کباب میفرسته، من نمیرم خوراک بخورم، چون من انقلابیم. من برای اکبر گنجی دوم تکون نمیدم، چون اون اصلاح طلب، من انقلابیم. من خواننده مثل بنیامین رو در کنسرت ها تحریم میکنم. چرا؟ چون من انقلابی هم. بارها شده من اومدم این حرفا رو زدم، گفتم فلان کس خواننده رو تحریم کنید، به همون سرود وطنم وطنمی که جان باپتیست لومر ساخته و برای ناصرالدین شاه دم تکون داده بود ساخته بود و ارکستر ملل ایران یه توده ای اومد شعر روش ساخت و هی من پخش میکنم وطنم وطنم، من میهنم میهنم، جوانم نیست کهنم. ما اومدم گفتم کسایی که اومدن این شعر رو پخش میکنن بهشون یه بار بگی بعد تحریمشون کنی. میگن آقا شما رادیکالی. به ما میگن شما کسایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، ما میگیم آقا من به دوستی قبول نمیکنم، من اینا رو تحریم میکنم. به ما میگن چی؟ نه شما رادیکالی. راست میگه. این اتفاقا یه جاش راست میگه. اگه شما در آمریکا زندگی کنید، یه نفر رو به خاطر هواداریش از هیلاری کلینتون یا هواداریش از دونالد ترامپ دوستیشو باش قطع کنی، شما رادیکالی. چون تو آمریکا انقلاب نمیکنن، رای گیری میکنن الان. ولی من انقلابی ام. دقت کردید من هم نکته اینو هستم بگم. اینا میان هی به ما تو بی بی سی و نمیدونم لس آنجلس و اینا میگن رف آغوشت باز باشه. مگه بخشید من شهر نو هم که آغوشم باز باشه؟ من انقلابی ام. انقلابی چیکار میکنه؟ انقلابی هر کسی که با نیروهای اشغالگرش همکاری میکنه چیکارش میکنه؟ طردش میکنه، تحریم میکنه. خواننده‌ای که میره برای جمهوری اسلامی غیر میده، تحریمش میکنه. بعد آقایون میشینن تو بی بی سی به ما میگن آقا شما تو این اروپا و آمریکا مگه نمیبینی؟ خب اختلاف سیاسی دارن ولی تحریم نمیکنن هم دیگر رو. من میگم تو آمریکا که انقلاب نمیکنن، تو آمریکا انقلابشون 1700 خودی انجام تموم شد، تو فرانسه 1789 انقلاب کردن، تو چیز تو آلمان 1840 انقلاب قانون اساسی فرانکفورت، اینا رو انجام دادن. ما حالا انقلاب کنیم؟ آقا من حالا چلو کباب دوست دارم، میخوام برم چلو کبابی آقای حاج آقا که برای سفارت. آره تو فرانسه نباید برای اختلاف عقیده سیاسی،
این برای همین امیدوارم پاسخ داده باشم. انقلابی باید باشیم. برای جان داشتی بفهم.